سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر، هر کجا که هستید و مطمئن هستم منتظر دیدن و شنیدن گزارش های ویژه هستید از حکومت بسیار ویژه، جمهوری بسیار ویژه فقید، حکومت اختراعی اولاد کوروش و داریوش و البته علامه مجلسی. خبرها هم کم نیست، خبرهای ویژه کم نیست. وقتی حکومت ویژه باشه خبرهاش هم طبعاً خبرهای ویژه خواهد بود. ابراهیم رئیسی در نیویورک، چرا اهل سیاست در نیویورک و واشنگتن حقایق رو پنهان می کنند و آشکار نمی کنند که اساسنامه سازمان ملل متحد بر چه اساسی است، خود اساسنامه بر چه اساسی است، و اینکه زمانی که شتر هم در کنار ببر و پلنگ و کفتر و بقیه موجودات خداوند عالم عربی صحبت میکنن، چرا این همه حیوانات تسلط بر زبان عربی دارن و نه زبان دیگری که در روایات آخوندها بر منبر چنین زبانی رو رایج و ساری هست در دهان حیوانات گوناگون. و خبرهای ویژه دیگه برای شما داریم. در هواپیما چگونه نماز بخوانید که مزاحم دیگران بشوید، و همینطور ذکر یا علی چه خصوصیاتی داره، میشه تمام گناهان رو با یک ذکر یا علی پاک کرد و آماده گناهان تازه شد. صفر کیلومتر از اثر گناه بی گناه و گناهان تازه آغاز کرد، اگر اهل گناه هستید و نه ثواب، و بقیه خبرهایی که با هم در میون خواهیم گذاشت تا لحظاتی دیگه. اما یک نکته هست این روزا توجه من خیلی به خودش جلب کرده. مهدی بازرگان نخست وزیر دوران انقلاب، نخست وزیر اولین به اصطلاح دولت مرد انقلابی بعد از انقلاب، حرفی زد همون روزای اول، گفتش که آیه هستش که یدخلون فی دین الله افواجا الان یخرجون من دین الله افواجا، یعنی فوج فوج گروه گروه از دین خداوند خارج میشه. یکی از هموطنان ما که دین و ایمونی داشته، دین و ایمونش در مسیر بادهای پاییزی که نه توفانهای فساد و غارت و اینها لرزان شده و در حال ریشکن شدن هست. این ایمان این جوان ایرانی شنیدنی است، دیدنی هست، نتیجه این همه بالا رفتن مادیات و معنویات ما در اثر انقلاب شکوهمند 57 هم میبینیم که به کجا رسیده. دین و ایماندارهای نسل پیشین همون روزهای اول کشیدن کنار، جدیدها میبینیم میشنویم، تو خود حدیث مفصل قطعا میخونیم با هم از آنچه که این جوان ایرانی خواهد گفت و ادامه خواهیم داد. کسی که پیشونیشو با مرغ سوزونده بعد پول میدزده بعد بچه هاشون بردارم بهترین و لاکچری ترین اشغالا رو میکنم، تو توقع داری من که من فقیر که اینا رو میبینم تو دین بمونم؟ 90,000 میلیارد اختلاس میکنه، 10,000 میلیارد اختلاس میکنه به اسم دین، سوار بر مرکب دین، تمام بیت المال رو دزدیده رفته اونوره داره اشغالش میکنه، عکسش هم میذاره تو فضای مجازی. خب معلومه من فقیر اگه ببینم از دین زده میشم، میگم تو با حق با پول مثلا بچه فقیرای سیستان بلوچستان، بچه فقیرای نمیدونم خراسان اهواز، تو بچه فقیرای خرمشهری که 8 سال جنگیدن و الان تو کلوخ دارن زندگی میکنن، داری اینجا اشغالی میکنی که اصلا باور نکردنیه، برای خودت کاخ درست کردی، منم دلم میشکنه. خب حالا یه دست از این کاخ ها یعنی این کوخ نشین ها که در واقع در لواسان هستن، یه دستم در کانادا، یه دستم در همین آمریکا، چه همین حوالی در واشنگتن بزرگ، مریلند و ویرجینیا هم و در کالیفرنیا جای مختلف.
اینه که صدای بسیاری در اومده، در تلویزیون اشغال شده ایران صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم میبینید که بله جای مهر هست بر پیشانی ها و به خلوت که میرن دیگه اون کار نیست، خیلی کارهای دیگه است که میکنن. اما بریم به اصل مطلب. صحبت این بود که آزادی بیان تأمین خواهد شد و شد. آزادی بیان نه تنها تأمین شد که خیلی بیش از تأمین شدنش تأمین شده، تأمین تر شد در واقع. میبینیم یک نمونه شو که در بردارنده در این حال بالا رفتن معنویات هم هست. ملای برمنبر و به اصطلاح بادیگارد های ملای مسئله گو بر منبر هست. آزادی بیان گفتم توجه نمی کنم. من بارها محض رضای خدا این تذکر رو دادم که ما در اسلامی که در ایران حکومت میکنه، یعنی بر منبر و اهل منبر و اینها سوال نداریم، مسئله داریم. مسئلتون، این مسئلتون هم چه هست؟ سوالا میگفتن از تو که خود کتاب میان، مثلا جغرافی معلم ما میگو از بخش اول مثلا سوال میان یا از بخش دوم. اگه رساله ها رو خوندید یادتون رفته میرید دوباره میپرسید. یه دارالخلای جدیدی هست که ما نمیدونیم مثلا رو به کجاست، حالا دو پایی واردش بشیم، پای چپ پای راست، یادمون رفته. اینو میگن مسئله. شکل سوال هم داره، اگه دیدید نداره یه علامت سوال هم خودتون بذارید اونجا میشه. ولی مسئله داریم، سوال نداریم. سوال داشته باشین به حرفای من که گوش نمیدید، نتیجه میشه همین که الان میبینید، با هم میبینیم. قرآن، آیا قرآن محکم و تشابه نداره، ناسخ و منسوخ نداره؟ خب شما معصومین الان؟ من معصوم نیستم. اسمت دارین؟ خب شما اینجور که فوش میدین یعنی چه؟ یعنی من امام معصومم؟ حجت آقا مرجع میگه حجت خداست. مرجع میگه حجت خداست. اینجا اومدی خفه شو، گفت خفه شو یعنی خفه شو. درست، یعنی باید خفه شو. یعنی بلا مطالعه از دلیله. سلام. این همین بلا، این همین بلا، حرف نزن، حرف نزن، حرف نزن. گفتم به چه زبونی بگیم؟ داره میگه حرف نزن و بقیه مخلفات حرف نزن. ادیبانش مکتبیش میشه همون خفه شو، ببند دهنتو، بشکنید این قلم ها رو و همه اینها هست. خب ببینید، من اینجا ویدیو بعدی رو که میبینیم من سوال برام ندارم، من مسئله دارم، مسئله دارم. من فکر میگم این فرشته ها و اینها ملائکه دیگه گرفتاری ما انسان ها رو ندارن، یعنی گرفتاری سیخ و سپایه و عرض کنم خدمتتون دیگ و سپایه و همه این چیزها رو ندارن، طلا و جواهرات و اینا رو ندارن. موجودات خالص و پاکی هستن که اصلا یه دنیای دیگه است. ولی خوشبختانه انقلاب کردیم، فهمیدیم که خیر، ملائکه هم گرفتاری ماها رو داره. روان شاد هوشنگ گلشیری نویسنده نازنین ما یه قصه کوتاهی داره که این چله نشینی که میگفتن بعدش یکی از اجنه میاد و ظاهر میشه و هر چی که ازش بخواین لتون میده. این کارمند یه اداره بود، رفت چله نشست و همه این مصائب رو کشید و این چله و از اون دایره بیرون نیومد و همه این حرفا. بعد 40 روز بله ظاهر شد که چی میخوای چی نمیخوای، اش گفتش که مثلا این چیزا رو میخوام. اون جنم صداش در اومد که باجه ما آدم بدشانسی هستیم، ما خودمون تو عالم اجنه عیال داریم، چند تا بچه داریم، بدهکاری داریم، کرای خونمون عقب مونده و از این حرفا. بنابراین گلشیری اینا رو گفته، راجب اجنه گفته بود و آن شده سه بسیار خواندنیست مثل بسیاری از کارهای گلشیری. ولی راجب ملائکه ما نشنیده بودیم که اونا هم همین گرفتاری دارن، عیالوار هم نیستن، چه هستن، طلا، جواهر، اینا میشتمیم با هم دیگه. علاوه بر این که دیگه بعد از انقلاب چه روایاتی ساخته شد راجب مقدسات اسلامی که
بیا و ببین و هم میبین. در اون شب عروسی حضرت زهرا خدا به درخت توبا دستور داد به افتخار عروسی فاطمه تو زمین چیکار میکنن؟ نقل پخش میکنن، مثلا لیلی میکشن و یه مش نقل رو اینجوری پرت میکنن تو سر مردم دیگه. تو عروسی رسم معلومه که اون موقع بوده، تو واقعا داریم که در عروسی حضرت زهرا نقل و بادوم رو با هم قاطی کرده بودن. نه نقلی که اینقدر بادوم توش بذارن، نه نقل بود یا قلما بادوم قاطیش کرده بودن، اینا رو مش مش به سر مردم پرت میکردن و مردم مثلا میگرفتن میخوردن تو زمینا. اون بالا خب ملائکه که چیز نمیخورن که. خداوند دستور داد به درخت توبا که از این میوه هایی که مدل طلا و جواهر و نم یاقوت و مروارید و زمرد و از این حرفاست، از اون قسمش بپاچ به سر ملائکه. ملائکه ریختن مثل بچه‌هایی که تو عروسی میریزن این پولی چیزی پخش میکنن و جمع بکنن، ملائکه ریختن و این در و یاقوت و چی و چی و که ریخته بود اینا رو جمع کردن. روایت اونجا اینجوری داره که اینها هر کدوم که بیشتر برداشتن تا روز قیامت به اون یکی افتخار میکنه که من تو عروسی فاطمه مثلا تو 10 تا برداشتی من 12 تا گیرم اومده، اون یکی میگه من 15 تا گیرم اومده، اون یکی تاسف میخوره که 8 تا دونه گیرش اومده. تا روز قیامت فرمود اینا به افتخار این که نصیب ما شد از این نسار که اصطلاحا این چیزی که پخش میکنن و نسار میگن عربی، اینی که در اون شب پخش شده من مثلا 4 تا دونه بیشتر برداشتم بهش افتخار، منم بودم افتخار میکردم البته، حالا یه اونا گیرشون اومده اونا افتخار میکنن. خب روایت یه سمینار لازم داره این روایت. اولا اینی که تو عروسی ها نقل و اینا پخش میکنن معلوم میشه که اون موقع هم سنت بوده، چرا نمیده و بعدش هم نقل خبر داره لاکر داره که بادوم را نقل نبوده، جدا بوده بادوم که میرختن بادوم و نقل و اینا، بعد ملائکه ریختن دور رو جواهر رو و اینا رو جمع کردن یه قلدقل بازی میکنن تا روز قیامت، حالا بعدا اون موقع دیگه تموم میشه و هم دیگه پوز میدن، یه روز پوز میدن دو روز پوز میدن، تمام کار و زندگیشون میشه پوز دادن تا روز قیامت. میگم روایتیش بیا و ببین، سمینار خیلی طولانی لازم داره. و اما سابقا راجع به این کشتی نوح بسیار گفته شده که آمد در نجف مثل اینکه بله یا در کربلا جای مختلف پهلو گرفت و نوح و برای بچه ها پیاده شدن زار زار گری کردن، اساسا بله آرامگاه امام اول شیعیان رو ساخت، اما نمیدونستیم که اساسا طوفان نوح از کجا شروع شد. اینم خوشبختانه ملایان همینطوری که چنبره زدن نشستن و اینها اختراعات و کشفیاتی میکنن که تمام معضلات بشریت رو حل میکنه، از جمله اینکه طوفان نوح از کجا شروع شد. این هالیوود یه فیلمای ساخته راجع به طوفان نوح، کشک به 3-4 تا از این آخوندای ما رو به عنوان مشاور فیلمسازی استخدام میکرد، یا اگه استخدام نمیکرد بلدن دیگه این ترفندها، این نوابق روزگار رو یه جورایی از ایران میورد با وسوسه بی وسوسه، این البته وسوسه پذیر که نیست که آخه ابدا، چون غرق معنویات هست که وسوسه بی وسوسه برای نمیدونم یه کاری باید میکردن استفاده میکرد که درست و حسابی فیلم راجب نوح میسازید، آخه مرد حسابی باید درست باشه و درست بودن سرگذشت نوح نبی این هست که میشنویم طوفان نوح از کجا شروع شد، از یه تنوری در عراق با همین طوفان نوح شروعش فارد تنور سوره هود از وسط مسجد کوفه شروع شد. زن نوح اون زن کافر آرد تعمیر کرده بود، رفت سر تنور آتش رو نکنه، بپزه دید تنور پر آبه، اومد گفت نوح تنور پر آب شده، گفت طوفان شروع شد، اول کسی هم که توش لجن مار میشه توی جونه بر، همینجور هم شد، هم خودش هم آغازاده جد. و طوفان زن نوح اون کافر و هم مسجد کوفه چه شروع شد از تنور زن کافر نوح، رفت تو تنوری رو دید که مثلا پر آبه، این طوفانه از اونجا بلق بلق اومد بالا طوفان، بعد شد طوفان نوح در کوفه. در این هست که من میگم که روایتی که میشنم اینا رو از جنبه بسیار تاریخی علمی نه همش پژوهش شده. اینا شما فکر میکنم وقتی میرن در دارالخلافه چیکار میکنن؟ تفکر و حاصل این تفکر همین هست که میبینیم.
این غذاهای منفوخی که میخورن نفخ داره، ایجاد نفخ میکنه، فکر میکنید چی میشه؟ واسهش میشه همینا دیگه، همین اختراعات رو که دید به اصطلاح معنویشون باز میشه، بصیرتشون اشراف پیدا میکنه به همه تاریخ تا میرسه به حضرت آدم علیه السلام که گرزی بر شانه داشته. همینطوری حاجماج عوام این نبوده که گفتن با یه برگ خودشو پوشونده، اولا چادر شاخ شد هجاب و میرسه به اونجایی که هوا چی گفت، آدم چی گفت، شمشیر ذوالفقار رو دادن به آدم و بقیه موضوعاتی که شنیدی. و اما اگر سوار هواپیما شدید تکلیفتون چیه وقتی یه کسی در راه رو شروع میکنه نماز خوندن؟ چون فتوا دادن که در هواپیما چطور نماز بخونه، رو به کجا، حالا این نماز به کمرش بزنه، خب نیم ساعت یه ساعت چند ساعت صبر کنه میشه بعدا. خداوند همچین معطلی همین دو رکعت نماز من و شما نیست احتمالا. در یادم هست روانش شاد اون زمانی که ملایانی بودن که کاری به کاری کسی نداشتن، یه کار مفیدی میکردن، عطاری داشتن، چاپخونه‌ای داشتن در شهر ما بود، چون محضر اسنادی داشتن. شخصی بود به اسم آقای اشرف‌زاده نازنین، اهل مطایبه بود، با اهل محل سلام علیکی داشت، مرد محترمی بود، کاری به کاری کسی نداشت، محضری داشت و همه این صحبت ها. یه کسی ازش پرسیدم موقعی که رفته بودم به کره ما که اگه یک مسلمان پاش رسید به کره ما رو به کجا باید نماز بخونه، و همون لحجه زیبا و دلنشین اسپانیش گفتش که اگه یه مسلمان رسید به کره ما، من زامن فتفا میدم که اصلا لازم نیست نماز بخونه. حالا ما نمیدیم کوریم ها، ولی در قطار با هم میبینیم. ولی گفته شده در خبرهای درباره این مرد گفته شده که تهدیدم کرده که هواپیما منفجر میشه و از این حرفا بالاخره مشکلات ایجاد کرده، که ظاهرا هواپیما برگشته در مسیر استرالیا بوده و همه این صحبت ها. حالا ببینید معنویات بالا رفته همین، سابقا اگر میستادن کسی میخواست نماز بخونه جای ته هواپیما ممکنه بره خواهش کنه یا هر چیزی، این که تو راه رو واسی و چطور میشه در اون حالت معنویات بالا بره و اون فضیلتی رو که به هر حال در هر عبادتی ممکنه وجود داشته باشه یا هست حفظ کرد و پیش برد. شما ببینید معنویات چنان بالا رفته در اثر انقلاب اسلامی و پیامدهای اون که یک زمانی اگر مثلا یه داد میزدید الله اکبر شما توجه میکردن میپرسن چیه معنیش، یه هر چیزی که هست کسایی که زبان نمیدونستن، ولی الان اگه در همین هواپیما کسی داد میزد الله اکبر قطعا نصف جمعیت قش میکرد، چون فکر میکرد تروریسته یا کاری کرده یا کاری میخواد بکنه، ولو اینکه هیچ اقدامی هم نمیخواست بکنه از سر اعتقادش مثلا. اینه من نشونه های بالا رفتن معنویات از در اثر انقلاب شکومن ایران و پیامدهای آن که در سراسر جهان ترکشاش اثرگذار بوده تا رسیدیم به همین نیویورک فعلی که آقای ابراهیم رئیسی هم در اونجا هست، که به این موضوع هم حتما خواهیم رسید با شما عزیزان خواهیم بود در ادامه را و خبرهای ویژه دیگر.
بله آوازهای مناطق مختلف شنیدنی و دیدنی است. ارتباطی که هست بین آوازهای محلی و طبیعت دلنشین به هر زبانی که باشه، هر زبان نازنینی که خونده میشه و سر و سر جهان، از آمریکای لاتین تا جمهوری آذربایجان تا ایران تا هر جا که بگیم اسم ببریم، مناطق دور در آسیا نسبت به ایران و جاهایی. در چنین ماهی زمانی تدارک جشن و نر بود، یعنی جشن و نر در واقع نه اینکه تدارک روزهای آخرش بود، که می اومدن هنرمندان از جاهای مختلف جهان، می اومدن گروه های موسیقی از هندوستان گرفته تا آمریکای لاتین، برزیل و جاهای دیگه. اما برگردیم به امروز روز. به امروز روز زائرم که باشی، زائر زیارت کننده اومد و نیومد داره، خوششانس و بدشانس داریم. یه نمونه شو با هم میبین. خب این هم اتفاق افتاد و این زائر حالا چرا اونجا رفته سینه میزنه بقیه ببینن؟ رهبری سینه زنی رو بر عهده داره، مثل رهبرهای ارکستر که یه سکوی بلندتری رو میشتن و اونجا سینه زدن، خب یه همچین خطراتی هم داره. آیا ماشین در حال حرکت هم میتونه که مثلا سینه زنی و سقف ماشین هم باشه؟ این هم هست که بگم خدمتتون، در زمان کودکی ما به شرکت به اصطلاح ما میگفتیم جکبادی، در اختیار گروهی میذاشت که دسته را میداختن و این شیرهای نینوا رو کسی رو پیدا نکردن. دو تا از بچه های یه چه از کنم از مردان اهل قمار مسجد سلمان پیدا کردن که دوانشون شاد، هر دو خبر دارن فوت کردن، خیلی مشهور بودن، که اینا رو گفتم بیا برن تو پوست شیر. این جک بادی ها به قول معروف پشتش یه مقدار بلند بود، اینقدر بلند، اینقدر نه نسبت بزنم، یعنی اینقدر بلند بود و این کایی ریخته بودن، این نشسته بودن اون تو، هر از چنگایی بودن این ماشین ها و هر کنه کارنوال به برحال متحرکی بود و این بلند میشه، این شیرهای نینوا این کاه میریختن به سرشون. یه جایی که قرار بود دیگه مثلا هی انتظار کاه بریزن ایستاده بود دیگه، رسیده بود به مسجد نبریه و اینا دیدن که این نشستن، هرچی نگاه شیره بیان یا هرچی زی اینها، اون روی به اصطلاح یک ماشین دیگه هم داشت اون صحنه اتفاق می افتاد و رجزخونی شمر و بقیه نایمد، رفتن دیدن اینا دارن چوکه بازی می‌کنن. چوکه یه چیزی مثل تاس بود، در مسجد سلمان اون حدود بازی می‌کردن، دارن بازی میکنن. برگزار کننده تعزیه افتاد دنبال شیرهای نینوا، شیرهای نینوا بود و روانش شاده، یکیشون اسمش سلیمون بود و اسکندر، هر دو روانشون شد. همسه مثال های من اهل نمره یک این داستان رو بیاد دارم و دیگه تعزیه به چه چیزی تبدیل شد بمانه. این هم خاطره بود گفتیم که داشته باشیم. و بعد تکنولوژی هم استفاده شده در این روزهایی که به اصطلاح ما مراسم دولتی اربعین رو شاهد بودیم و بقیه مراسمی که برگزار شده بود توسط حکومت و اون حال هوایی رو که از خیلی ها من شنیدم، اهل ایمان و اهل مراسم مذهبی اینا، که خیر اون حالا هوا رو نداره و نداشته و کسانی که به ایران رفته بودن و جای مختلف، و این تکنولوژی رو بهره برداری از تکنولوژی ببینیم به چه شکلی هست در این ایام، در این ایام چطور. السلام علیکم سید و مولای ابو الفضل عباس. هذا البيت والناس الذي عجيب هذا البيت والله يبغى يا
خب این یعنی چی من نمیدونم، داود معنایی داره که اول فضل رو به این شکل در آوردن اونو من میفهمم که اول فضل زنان بر سینه زنان اون بانوان اورنج کانتی و جاهای دیگه رو اون برای منافعی داره لابدی، ولی این یکی دیگه من متوجه نشدم این تکنولوژی لاکردار چه پیامی داره چون این کاری و چون این موزیکس. گفتم بعد از انقلاب 57 هست که من همچنان فکر میکنم کودتا هست بیشتر بهش میخوره تا انقلاب، میبینیم که روایاتی تولید میشه که ما محروم بودیم پیش از انقلاب یا پیش از کودتا، نمیدونستیم این رو، از جمله اینی که میشنویم، یعنی هیچ نگران نباشید، هیچ نگران نباشید که اگر گناهی مرتکب شدید، پول کسی رو بالا کشیدید، رفتید به کانادا، لواسان، اروپا، هر جایی که هست ظلم کردید به کسی و بقیه موضوعات اساسا ناراحتم، راه حل بسیار ساده‌ای داره، اینقدر کوچولو با هم میریم. فرمود رسول خدا اگر کسی نقل بکند یک فضیلت از فضائل علی ابن ابی طالب و مؤمن و معتقد به اون بیان فضیلت باشه، به برکت این نقل و گفتن این فضیلت خدا تمامی گناهانی رو که با زبان مرتکب شده به برکت نقل فضیلت علی پاک میکنه، و اگر کسی گوش بدهد به فضیلتی از فضائل برادرم علی ابن ابی طالب به برکت این استماع فضیلت و ایمان به این فضیلت تمام گناهانی رو که با گوش مرتکب شده پاک میشه. بعد فرمود اگر نگاه کنه به صفحه کاغذی که در او فضائل برادرم علی نوشته شده و مقر و معترف باشه، خدا به اون چه که به این چشم گناه صادر شده به برکت نگاه به پاره ورق حدیثی که فضیلت علی در او مکتوبه، گناهان چشم او پاک میشه. بعد فرمود مجلسی که در کره زمین حاوی فضائل علی ابن ابی طالبه، اون مجلس برای اهل آسمان مثل ستاره کوکب دری می درخشد. بله یا علی گفتن همین روایت دیگه داشتیم که تمام گناهان پاک میشه. از این ملا ما انتظار داریم که بیاد بگه فضائلی که با بقیه اعضای بدن آدم انجام میشه، نه فضائل، گناهانی که انجام میشه با دست و پا و بقیه اعضای بدن، اینا چجوری از بین میره. لابد اینا رو همین راجب فضیلت آخوندها مثلا مجلسی و بقیه هم گفتیم، لابد یه اثری داره دیگه برای بعضی از اعضای بدن آدمی زاده. این هم روایتی بود و برسیم به حرف زدن عربی حرف زدن حیوان تاریخی شتر با هم میبینیم. جناب میثم یا عماره تو خونه خدمت حضرت نشسته بودن، پاشو زود برو تو کوچه، دعوایی شده بین زن و مردی بر سر شتری، حق با زنه، برو نصیحت کن مرد رو و الا من بیا. میگه آمدم دم مردی گردن کلفته منافقی این افسار شتری رو گرفته، یه زن مؤمنه محجبه محب امیرالمومنین هم داره، میگه به خدا این شتر مال منه، تو داری ظلم میکنی، این سرمایه زندگی منه، اونم داره میسفت و سخت میکشه میبره، میگه این مال منه. بهش گفتم که مولای من میگه که این شتر مال این زنه، تو دلیلی نداری بر این ادعا. گو به مولا برو بگو دستاشو از خون مسلمونا که کشته پاک کنه، نمیخواد بیاد قضاوت در اینجا بکنه. حضرت در همین حال عمار میگرفتم بگم به آقا قصه رو، دیدم حضرت با حال غضب اومد رسید به این مرد مناقب، فرمودن که تو چی رو قبول داری؟ گفت من هیچ چی قبول ندارم. فرمودن اگر شتر خودش بگه مالکیه تو قبول میکنی؟ گفت آره دیگه، شتر که به تمسخر. گفت شتر اگه عربی حرف بزنه، بلد باشه حرف بزنه، وقت بگه من قبول. حضرت فرمودن ایها الجمل تکلم به اذن الله، من علیم، تکلم کن به اذن خدا، به زبان فصیح عربی بگو کی هستی و مالکی هستی. آقا یه دفعه جمعیت دیدن این حیوان شروع کرد به عربی تکلم کردن، گفت یا امیرالمؤمنین السلام علیک یا علی، من 19 ساله که ملک این زن هستم و این مرد داره قاسبانه میخواد منو ببره. حضرت رو کرد گفت حالا قانع شدی؟ شطور رو گرفت حضرت داد به زنه که صاحبش بود، این مرد از جنس خوارج بود، شروع کرد توهین کردن به امیرالمومنین. حضرت عمودا برو شمشیر منو بیا. وقتی که به رؤیت برهان، وقتی که به آیت حق قانع نمیشه و بعد توهین به خدا و پیغمبر و من میکنه، دیگه حقش قتله و اون رو به قتل رسوند. بله
خب این هست دیگه، شطور حرف میزنه اون به عربی فصیح، نه عربی عامیانه کوچه و بازار، شطور به عربی فصیح. و این مرده ایمن نمیاره، با میسه اونجا تا حضرت شمشیرشون میاره تا تکتوش روشن کنه. مسائل اینطوری حل میشود، حضرت تو خونه نشستن و بعد بابای نشسته اونجا و صد صدا میاد در کوچه چیه نزدیکای خونه حضرت، یه همچی دعوایی میشه سر شطور. اون موقع مسائل اینطوری حل میشود. الان هم همینه، نایب امام مثلا خب میگه این پول نفت مالی کیه؟ مال مردم هست؟ مال ولایت مدارانه؟ تکلم به نخره میگن و نهایتا بعد میگن مال این هست و داده میشه. همین همین پولایی که بایدن داده تا برسه به ایران شده زیر 6 میلیارد، 7 میلیارد بوده، لابلاها اتفاقاتی میفته زیاد مهم نیست، 1 میلیارد چیز نیست. خب اینا قبل از که کاملا میره به ایران که داره میره، اگه تا حالا نرفته، میفرسن این پول مال کیه؟ تکل یا اتکل هر کدوم اطرافیان اطنافیان عربی فصیح به تکلیف روشن میشه میره. اینم فرزند زمان خیشتن باش دیگه، شطوری که نمیشه آول پرسید که این پول مالی کیه. شطور هم که ادعایی نداره یا کسی ادعایی، شطور یه جای دیگه فعال شده، در عرصه قضایی ایران فعال شده به عنوان دیه یا هر چیز دیگه. این هست هر چیز الان چیه، پست مدرنیزم که میگن ایناست دیگه، پول نفت است و پولای بقیه پولای مردم ایران، مردم ایران. باید در فضیلت باز هم مولا حضرت امام اول شیعیان با هم میبینیم. سعی و طواف حسین است، قبله حسین است، نماز حسین است، حج حسین است، روزه حسین است، زکات حسین است، هر خبری هست تو کربلای و معلاست. اما حضرت فرمود به خصوصی ها بگید میدونید چه خبره؟ گفت آقا چه خبره؟ فرمود جبرئیل وقتی میرفت عرش، پیغمبر فرمود بیا بریم بالا، گفت آقا جان من بیام بالاتر بالا میسوزه، من فوق عرش خدا نمیتوانم بروم. ما خطابت میکنیم بیا بالا. حالا اینم نوش جونتون به زبون اومد بگم، بعد برگردم تو حدیث عرش خدا که بعد جبرئیل اومد فرمود پیغمبر آقا جبرئیل تو وحی از کجا میگیری؟ فرمود لوح میخوره به پیشانی اسرافیل، به من میگه میارم پایین. فرمود بریم جای اسرافیل، وحی از کجا میگیری؟ الله. رفتن پیش ملک موکل لوح، آی لوح وحی رو از کجا میگیری؟ گفت قلم روی من حک میکند. به ملک موکل قلم گفتن تو از کجا وحی و مشیت و اراده خدا رو میگیری؟ گفت یه صدایی از پشت این پرده میاد یا رسول الله، هر چه بگوید من مینویسم بر روی لوح. پیغمبر فرمودن جبرئیل پرده رو بزن به کنار. میگه پرده رو زدم کنار، دیدم وجود نازنین اسد الله، عین الله، وجه الله، لسان الله، قائد القره المحجلین، یعصوب الدین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب صلوات الله. این مثلا ما نفهمیدیم که این خصوصی به گوش باره منبر یه قرار شد به خصوصی هایی. یعنی زمانی بود که پیش از این داستان انقلاب که در حوالی صحنه و کرمانشاه بودن کسانی که آزارشون رو به کسی نمیرسید، اهل حق میگفتن یا طایفه دیگری که میگفتن علی اللهی هستن. گفتم ضرر و آزاری به کسی هم نداشتن، اعتقادات خودشون داشتن. در بسیاری از مذاهب این هست، افراطیونی که میرن به طرف شاخهای از هر مذهبی که هست. ولی اینی که حضرت بالاتر از خود خدا و اینها هستن و پرده رو کنار زدن و اینها و اون داستان لو و همه کاره حضرت هستن، این دیگه ما نمیدونستیم. من میذاشتن این صهیونیست‌ها ادعا کردن، صهیونیست‌ها حالا میذاشتن مثلا این روایت برسه به دست ما، امپرسیونیست‌ها نمیذاشتن، امپرسیونیست‌ها اجازه میدن، کوبیست‌ها نمیذاشتن، اونا میذاشتن امپریالیزم میذاشتن و همینا بودی، امپریالیزم و کوبیزم و بقیه و صهیونیزم و
اینا دست به دست هم داده بودن تا ما آگاهی و اطلاع پیدا نکنیم. این وسط ببینید خودشون استفاده میکنن، خودشون استفاده کردن، این روایاتو میدونستن بایگانی کردن. مبادا گفته خصوصی بگید، این مثلا بالای منبر گفته خصوصی محرمانه باید باشه، پش پش در گوش. خب خود اینا میدونستن نمیذاشن ما بدونیم. نمونه شو میگه مرفوع بی اساس نمیزنی. آقای استنلی کوبریک رو بسیاری از اهل سینما میشناسن، هر فیلمی در هر زمینه ای ساخته شاهکار بود، از نوادر سینمای جهان هست. انگلیسی از اسپارتاکوس بگیرین تا لولیتا تا پرتغال کوکی تا بقیه و بقیه. فیلم معروف او که در ایران هم نشون داده شد با عنوان اودیسه فضایی یا اودیسه 2001 همین داستانه، همین داستان لوه. ببینید از اینجا گرفتن انگلیسی هایی که داشتن این روایاتو نمیذاشتن ما بدونیم و بقیه میرن به فضا و کامپیوتر از رو فیلم مال دهه 70 2001 رو پیش بینی میکنه که به فضا بینه کامپیوتر مسلطه بر قضیه بر انسان و در اونجا بالاخره میرسن به یه لوحی. لوحه دیگه، حالا چه در روایت این آخوند و چه در فیلم استنلی کوبریک. و این فیلمو باید ببینین که چه فیلم بسیار زیبا هستن یه در و مهم و بسیار مهم، بسیار مهم از همه جهات فیلم بسیار مهم و تماشایی هست. برحال این روایت رو گفتم داشته باشیم و میرسیم به اینکه حضرت چه کرد. حضرت با همه احوال و همه قدرتی که داشت، یک روایت هست که این روایت مصرفش به نظر من پیش از انقلاب بوده، برگرده همین روایت ها بوده که خب این حبل متینی که اعتماد مردم بود به آخوند بر اساس این روایات ساخته شده بود که ما اگر سر کار بیایم و قدرت در دست بگیریم همین کارا رو میکنیم که حضرت کرده. مثلا برادرش آمد عقید، مسلم ابن عقید مدت ها سعاده ایسیت نکرده بود، مسلم نه پدر ایشون عقید نابیناس میاد و از حضرت یه درهمی میخواد کمکی، حضرت دست برادر رو بر آتیش میگیری، ایشون هم میگه سوختم سو، میگه خیلی خوب تو از این آتش میسوزی، میخوای من در آتش جهنم بسوزم، یه درهم از بیت المال به شما بدم، خلیفه است. عقیل نابینا برادرمون خلیفه است، بعضی خوبی نداریم، یه درهمی وامی چیز. و بعد پشت این روایت صحبت میشه، یعنی خب عدل اسلامی به روایت آخوند بیان سر کار، همین میشه دیگه، درهمی به برادرش نمیده. ولی یه جور دیگه شد، یعنی مثلا آخوند آمد بچه خودش رو اعدام کرد برای اینکه این دلار و درهم و پوند و اینا رو صاحب بشه. اینطور شد روایت دیگه، سرتش بکنی یه چیز دیگه میشه. و این یکی روایت هم که میشنیم، مولا علی امام اول شیعیان حضرت به جایی میرسه که میبینیم با هم دیگه شمشیر خودشونو ذوالفقار معروف رو میفروشن زمان خلافته. بعد گفت من یشتری سیفی هادا، کی این شمشیر ما رو بخره؟ میگفت همه نگاه کردن تعجب، گفتن علی و شمشیر فروختن. برگشت گفت تعجب نکنید، لو کان عندی اربعت دراهم اشتری بهی ازارا ما بعته، اگر 4 درهم داشتم یه پیرم میخریدم شمشیر نمیفروختم. بله لو کان عندی اربعت دراهم، عربی به این خوبی ببینیم، اربعش هم دیدین عینش رب غلیظ مولا درز این میره یا نه، نه روایت و نه راوی
شمشیر میفروشن یه پیرن میخرن مردم. اون هم تعجبه های این شمشیر کی میخره؟ چون گفته شده این شمشیر حدود 70 من بوده یا 70 کیلو بوده، وزنش هم بوده، کی میتونه ورش داره غیر از خود حضرت؟ میگم این روایت بیشتر به درد پیش از انقلاب میخوره. الان دیگه ما کراماتی دیدیم خیلی بالاتر از این. خود نایب حضرت الان بالای 100 میلیارد داره دیگه، اصلا نیاز به فروختن شمشیر یا چیز دیگه نیست. الان ما داریم نفت رو میفروشیم، نفت رو میفروشیم، پیرهن که چه ارز کنن، خیلی چیزهای دیگه تأمین میشه. همین امت همیشه در صحنه و البته حاجبات هم چیزی زیاد لازم نداره، یه پیرن یه تنبونی تموم میشه میره دیگه. و بعد اینم تن رها کن تا نخواهی پیرهن، اینم داریم دیگه، گذاشتیم برای کی؟ پیرهنم نبود نبود. سر ولایت مداران کوخ نشین در کانادا و آمریکا و اروپا سلامت. اون جوان مسلمان اول برنامه رو هم که دیدید دیگه، از دینم خارج شدن، شدن دیگه. این دایره قدرت حالا لامذهب هم توش بود هرچی بود، ولایت مدار باشن به معنای دلار و درهم و اربع دراهم و اینها کافی است. برحالی چند خبر هست با هم مرور کنیم. امروز از خبرها غافل شدیم. آقای خالد پیرزاده که قهرمان پیشین پروشندان بوده، چندین بار به زندان رفته، باز هم بازداشت شده. ایشون برای ساعت 4 بامداد روز گذشته در فرودگاه اهواز بازداشت شده. ایشون به هر حال میدونیم که بعد از زندان مشکلاتی براش پیش اومد در زندان که توان راه رفتن نداشت. در عکسایی که از ایشون منتشر شده آقای خالد پیرزاده، امیدواریم هرچه زودتر آزاد بشه و امیدواریم زندانیان سیاسی رو هرگز از یاد نبریم. کانون صنفی معلمان تهران هم خواستار معالجه فوری آقای جعفر ابراهیمی شد. از فعالان صنفی هست، صنفی معلمان، معلمان گرانقدر که مشکلاتی بسیار داره آقای جعفر ابراهیمی. اکثر معلمان ما به هر حال به خاطر وضعیت نامناسب زندگی مشکلات بسیار دارن، به خصوص معلمانی که در زندان هستن، معلمانی که در زندان هستن، آقای واحدیان شاهرودی، آقای هاشم خواستار و بقیه، آقای لعل محمدی عزیز و بقیه کسانی که در زندان هستن، وضعیت نبره، خانم فاطمه سپری و همه زندانیان سیاسی رو، اسامی بسیاره، اسامی بسیاره. و امیدوارم روزی در ایران که هیچ در همه کشورهای جهان کسی به خاطر عقاید و افکار سیاسیش به زندان نره. یک حرفی زده آقای محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهوری، در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران این حرفو گفته. خبرگزاری تسنیم در داخل کشور منتشر کرده، گفته احتمالاً کره باید ما به تفاوت پول بلوکه شده ایران را بپردازد. احتمالاً میپردازد میتونه یه خبری باشه که قراره بپردازد، و این تعیین تکلیف احتمالاً باید بپردازد. کی تعیین میکنه که احتمالاً باید بپردازد؟ اینو گفتم، این پول 7 میلیارد بوده، بعدن تبدیل که شده 1 میلیاردش همونجا پریده، بعد تو تبدیلات ها بره زیر 6 میلیارد تحویل شده، مثل همون پولی که اوباما داد. بالاخره رقمش معلوم نشد، از 150 میلیارد شروع شد تا رسید به حدود 16-17 میلیارد دلار، همینطوری آب شد برف دیگه، پول هم یه خاصیت اینطوری داره.
وقتی دکل را میفته که بیاد به ایران وسط را، دکل آب میشه معلومه، دکل نفتی دیگه، دلار و پوند و این صحبته که یورو و اینها که چیز مهمی نیست به هر حال. و اما یک روایت دیگه هم داریم راجع به گوشه چشم حضرت که چه معجزاتی داشت، که من در حیرتم که چرا حضرت از این امکانات و این معجزات و کراماتی که داشتن استفاده نمی‌کردن برای کارهای دیگری، یعنی برای در جنگ‌های دیگه ای. اینا لابد حکمتی درش بوده که ما نمیدونیم و آخوند حکومت میدونه که اونم به ما نمیگه، لکن میبینیم. چشم امیرالمومنین است، چشم انسان عادی نیست. در جنگ صفین آقای اومد اونقدر گریه کرد امیرالمومنین گفت چرا گریه میکنی؟ گفت برادرم لشکر ماوی است، الان میره جهنم، چرا گریه نکنم؟ به 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 به، این یادگاری برای شما. فرما به طرفه و گوشه چشمش نگاه کرد لشکر ماویه، یه مردی مثل تیر جدا شد، اومد خودش انداخت پاهای امیرالمومنین، گفت خدا لعنت کنه کسانی که ما را از شما جدا کردن. آقا چشم امیرالمومنین است، گاهی نیم رخی از خودشون نشون دادن، گاهی. خب بله، این ملا میبینه این گوشه چشم رو، خب یه استعاره در واقع فکر میکنه از همین گوشه از اینجا نگاه میکنه، خب این هست دیگه. حضرت با گوشه چشمی طرف فرار کرد، خب چه حضرت نگاه نکردن با تمام چشم که اصلا لشکر استرا معاویه تارمار بشه؟ خب حکمتی داشته لابد. برای ما وارد این موضوعات نمیشیم و منتظر میمونیم روایت جدیدی به ما خواهند گفت، ولی هیچ ربطی نداره. من میخوام یه موضوعی یادم اومد بگم. یه دوست نازنینی که ادبیات ایران میشناخت، غیر ایرانی بود و در مورد ایران مطالعات زیادی داشت، و میگفت چه در این معشوق رو در ادبیات و به صاحب ادبیات عامیانه با مواد غذایی توصیف میکنه، چشم، بادوم، لب، هلو، لب، مثلا به نحوی قنچه، حالا قنچه میوه میتونه باشه و بقیه چیزهایی چه همش با این مواد غذایی و اینها مقایسه میشه. گفتم خب این لابد، نمیدونم واقعا جوابش چندون ساده نیست، شاید به خاطر نایاب بودن ایناست یا اون چه که در دورانهای مختلفی نایاب بوده اومدن مقایسه کردن. و واقعا هم همینه، خیلی خیلی اعضا و جواره معشوق رو با مواد غذایی مقایسه میکنه. لب هلو مثلا، هلوهایی که دیدید به چه شکل هستن میبینید. و ما ابراهیم رئیسی و دار و دسته همراه ایشون در نیویورک هست. گفتم پیشترم اشاره کردم رمانی بود، داستان طولانی، اسمال در نیویورک، به خوندنی از حسین مدنی. پرویز ناظریان، روزنامه‌نگار ارجمند که در کالیفرنیا هست و همچنان فعال و عمرش دراز باد، فیلمی هم ساخت سالیان پیش از انقلاب، کودتا، به اسم یک اسپانی در نیویورک، اگه اشتباه نکنم. من ندیدم فیلمو، وحدت بازی میکرد، نصرت الله وحدت، هنرمند ارجمند ایران دانشجو. و خب بعد از این فیلم ها و اون رمان و این ها خیلی آمدن رفتن. احمدی نژاد اومد که دیگه نوری دید، علا نور و بسیاری دیگه آمدن. خود علی خامنه ای آمد در جایگاه رئیس جمهوری حکومت، خاتمی آمد، رفسنجانی و بقیه و بقیه آمدند و رفتن. این تریبون سازمان ملل هم منو اشاره کردم بازم در شماره پیشین تفسیر خبر، یاد سیریالم روب گریه میندازه، شاعر فرانسوی که شعری داره، فیلم سازم بود که میز که بران خوردن قاتلین و مقتولین، بعد پشت این تریبون خیلی ها حرف زدن، خیلی از آدم کشان در کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین گرفته تا کسان دیگر.
اما در این دوره بیش از 40 ساله نمایندگانی از ایران اومدن، از ایران خب بیشتر پادشاه فقید ایران بود و یا کسان دیگری رو به نمایندگی میفرستاد ایران. و بعد از انقلاب دیدیم چون این هست که اشاره کرده بیمناسبت نیست روایتی که ببینیم. اساسا این سازمان ملل باز خبرهای سیما خبر نداریم و ملای ما زحمت میکشه تا این خبرها رو به دست بیاره. این چربی ها بی خود رو هم انباشته نشده، از فرط خوف خدا میگن به جای خود، فرط کار و تحقیق و پژوهش رو تا در بیارن. چی میبینیم نتیجه این چربی های خلاق؟ چند سال قبل یک کنفرانسی بود که تمام سران دنیا جمع شده بودن در سازمان بین الملل با اون شخصی که قبل از شخص الان مسئول بود. جالب بود، تو سخنرانیش رو کرد به کشورهای اسلامی، گفت شماها که شخصی چون علی ابن ابی طالب دارید چرا اینقدر با هم دعوا دارید؟ کسانی که رهبری چون امیرالمؤمنین رو میشناسن باید پیروی از او بکنن و من از نهج البلاغه علم سیاست میآموزم. این جمله رو گفت، در جهان هم پخش شد. بله پخش شد، ما نشنیدیم و اینا بماند دیگه، بماند. الان بنابراین ابراهیم رئیسی بهترین موقعیت هست که تلاش کنه این اتفاق بیفته، که گفته شده به طور مفصلتر، همین آخوند هم باز گفته که نامه مالک اشتر میتونه گفته شده که باید اساسنامه بشه برای سازمان ملل متحد، جای اعلامیه حقوق بشر برای موضوع باید پیگیر بشن. این حداقل توقعیه که میشه داشت و وظیفه شرعی است برای ابراهیم رئیسی و همراه. سپاس بسیار داریم از شما عزیزان. به اتفاق امین عزیز و علی گرامی تهیه کننده و کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان و آسماری، کوساران دنا درک، الوند کوه، زاگرس تفتان، بینالو دورفک و شیرکو، کوساران تاراز، بونگشت و زرتکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، و ایران هرگز نخواهد گرفت.